اینا مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه، ولی من نیستم که این کار نشه اگر که بنا باشه. بوی خیانت از زهر دروغ و طمع و زور و اهانت، این قوم نکردند به ناموس برادر. چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به گوری. شبهای عشق در سرزمین خسته من، آواز شیرزنان چون رودخانه جاری است. سردار کل مرگ در خوابهای دور و درازش در هیئت صلاح الدین حیفا و قدس را یک لقمه کرده است. حالا در فکر فتح بیت مقدس با یک فلاخنی در دست سنگی به سوی دشمن، مثل قدیم وقتی که خیلی گنگشتان را بر شاخه های سرو وکیل‌آباد در خون نشانده بود پرتاب میکند. سنگ اما از راه باز میگردد و چشم کم فروغش را بیرنگ میکند. علیرضا نوری‌زاده، چهارشنبه 29 فروردین 17 آوریل به شما سلام میکنم. سالها پیش، سالهای دور و دراز پیش، جوانی با من تماس گرفت. اصلا فرصت نبود من جوابشو بدم. و با این جوان رفیق شدیم. بالا و پایین ها دیدیم. یه روزی گفتن در ترکیه بازداشت شده، وحشت تا صبح ما به این در و اون در زدیم. و این جوان امروز برای خود شأن و شخصیتی داره، طرف گفتگوست، اخباری از داخل کسب میکنه که خب به گوش همه نمیرسه و برای من فرزندی است که راه خودش رو پیدا کرد، از همدلی با حزب الله و از بوسنی به آلمان آمد و حالا همونطور که گفتم برای خود شأن و شخصیتی داره. امیر فرشاد ابراهیمی عزیزم، درود بر تو. سلام آقای دکتر، درود بر شما و بینندگان عزیزتون. تیتراژ برنامه شما به اندازه کافی خیلی آدم رو به فکر و به غم فرو میبره. با این توضیحی هم که دادی من در ذهنم تمام اون روزها رو مرور کردم. من خودم یادم میاد که شما لطف داشتید همیشه، تون 4 سالی که من زندان بودم، من همیشه پدرم مادرم میگفت آقای دکتر نوری‌زاده خیلی زنگ زد، نگرانت بود. یادم میاد آره، از زندان که آزاد شده بودم فکر میکنم میتونم 1-2 هفته بعدش تماس گرفتم با اتون رو. و واقعا این یکی از بهترین و زیباترین دوستی هایی که من با شما داشتم و زندگیم داشتم. من یادم میاد اولین باری که، یعنی اولین بار این به محض اینکه خودم رو تو میدون، چون مثلا حقیقتا حالا یه عده فکر میکنن که شعار میخواستم بدم، من ذره ای به اینکه از ایران بخوام بیام بیرون فکر نمی کردم. یعنی اصلا هیچ آمادگیشو نداشتم و کسی رو هم نداشتم. حالا مثلا یه موقع هست شما پشت پره و میگی خب میبندم میرم، خدا رو شاهد میگیرم من یک لحظه برای اولین بار به کاری که کردم تو میدون تقسیم استانبول، آره، به خودم فکر کردم که اومدم.
حالا باید چیکار کنم و کسی رو هم نمیشناختم. یادم میاد سه نفر بیشتر من آشنا نداشتم. اولی شما بودید، دنگ دادم بهتون و گفتم من ترکیه هم. دومیش که واقعا هنوزم زبونم نمیچرخه، مرحوم ابوالحسن بنی‌صدر، دکتر بنی‌صدر عزیز این بود. من همه جا گفتم حق پدری گردن من داشته از زمانی که من ترکیه بودم. ایشون همش و مدام در تلاش بود و کمک میکرد به من. یعنی اگه کاری هم از برنامه همین روحیه‌ای که آقای دکتر بنی‌صدر به من میداد عالی بود. و یه خود جلوتر که اومدیم شاهزاده رضا پهلوی بودن یا همین سه نفر و من کسی هم نمیشناختم و همین سه نفر هم کمک کردن و شما ارتباط ما. و خب من الان میتونم مثلا تاریخ بگم، ما به جنبش سبز رسیدیم، لندن اومدیم یادتونه و تا به امروز و چه کسانی هم اومدن و رفتن، انسان ها اومدن و رفتن که داستان داره. ولی یک اولین ایمیلی که من به شما دادم و اون موقع اومدم آلمان بعد رفتم آمریکا، یادم یه ایمیل جواب اون پایین نوشته خب قیمه به دامنه تو عزیزم. اولا خانوادت چطوره؟ همه سلام دارن خدمت شما. علی رغم همه داستان هایی که به وجود میاد و خب شما خودتون هم میدونید، ولی خوشحال نیستم البته، ولی به هر جهت به واسطه حالا پدر من زیاد نمیتونن اینو اذیت بکنن، ولی دلشون هم میخواد که اذیت بکنن. یعنی جریان هایی هستن که خیلی دلشون میخواست مثلا حالا فعالیت ها کارهایی که پدر من نکرده بود نبود، اینا میتونستن راحت تر اذیت کنن. بس آقای دکتر به مخالفت های سیاسی دیگه الان نکشیده. یعنی جمهوری اسلامی وارد بازی کودکانه ای شده با منتقدین و مخالفان خودش. یعنی دیگه اصلا بحث تضاد فکری و اینها نیست. من این رو در مورد خودم و دوستان اطرافم، دوستانی که در داخل هستن، میبینم که انگار داره لجاجت میکنه. یعنی واقعا جمهوری اسلامی مبارزه نمیکنه با منتقدین و مخالفین خودش، داره دشمنی از نوع کودکانه، رقابت، حسادت، دفاع نمیخوام بکنم اصلا از جمهوری اسلامی، ولی جمهوری اسلامی و خامنه‌ای دهه 70 و 80 نمیخوام بازم چیز خوبی بگم، شأنیتی داشت، ولی بله. امروز مضحکه همه خاص عامو از یه بچه 6 7 ساله گرفته تا همه. همه فرشاد تو منطقه رو میشناسی، لبنان رفتی، اون جاها رو قشنگ دیدی. این کاری که اینا کردن چی بود؟ این چیزی که الان مردم بگن آقا پراید بفرستین اسرائیلیا بیشتر کشته میشه. آخه یعنی واقعا من هر چی میشینم با منطق خودم توجیه میکنم میبینم احمقانه. شما که موشک قدر دارید، موشک خرمشهر دو دارید، راحت میتونید اسرائیل رو تو 6 دقیقه بزنید. 4 ساعت این پهپادها رو آسمون مثل اسباب بازی، مثل این بادبادکایی که ما فرستادیم بالا، فانوس هم بهش وصل بود. یعنی واقعا خودت با توجه به آشناییت با روحیات اینا، با بچه های سپاه، این کار کی بود؟ چی بود این کار؟ ببینید آقای دکتر، یه مسئله هست، میگه تا مرد سخن نگفته باشد عیب هنرش نهفته باشد. موضوعی که وجود داره، ما باید دو تا نگاه به این داستان نگاه بکنیم. نگاه اول همونی که در مقدمه عرایزم خدمتون گفتم، سپاه پاسداران جمهوری اسلامی از بلا شک، یعنی ما اینو نمیتونیم منکر بشیم که وارد دومینوی سقوط شد، وارد این سراشیبی سقوط شده و روز به روز داره تحلیل میره. شما نها کنید سپاه پاسداران روزگاری که مثلا تهرانی مقدم، کاظمی،
و شوشتری و خیلی های دیگه، نوری همدانی، عزیز جعفری درش حکومت میکردن و فرماندهی میکردن، امروز تبدیل شده به یک جریانی که خدمت شما عرض بکنم که خب من مثلا از میان این کشته شدگان اخیر در سوریه، من و امان اللهی با همدیگه همدوره بودیم، من و حسین اللهی، و ورای همدوره بودن ما میشود گفتش که ما وصلیتمون از منطقه یه به نام شادچرک، حالا امروز به اسلام شهر، ما با همدیگه هم محله ای هم بودیم. خب من حسین رو دوست داشتم، میشناختمش، تواناییاشو میدونم، ولی به محض اینکه شنیدم توی سوریه کشته شده، به یک نفر از دوستانم گفتم حسین مثلا سوریه چه کار میکرد، گفتن که ایشون مسئول تاکتیک بوده، فرماندهی قرارگاه تاکتیک. من خب واقعا هزاران فکر ذهنم اومد که نیروی قدسی که حالا یک زمانی آقای مقدم و کسان دیگه ای درش بودن، حالا ما با اون وضعیت به بوسنی رفتیم، به لبنان رفتیم، سودان می رفتیم کار میکنیم، کار به کجا رسیده که مثلا فرمانده تاکتیک امان اللهیه، و میبینیم داستان رو. و یعنی این یه بحث کلیه، روزگار دوران کوتوله های سید علی خامنه ای، یعنی جمهوری اسلامی بعد از خدمت شما عرض بکنم که سال 88 یک ضربه، حالا شاید مباحث سیاسی و ریاست جمهوری و اینا اصلا ما اونا رو همه رو میذاریم به کنار، از سال 88 جمهوری اسلامی سقوط ایدئولوژیک پیدا کرد، یعنی بزرگترین شکست ایدئولوژی و بزرگترین خبط و اشتباه خامنه ای در سال 88 زمانی بود که با اشراف به اختلافات که در دل جریان اصولگرا و حالا شعبات مختلفی داره، یعنی فرق بین اصولگرایی فرماندهان سپاه با اصولگرایی کسی مثل مهدوی کنی و جامعه روحانیت آن روز، و خامنه ای اینها رو میدونست و خامنه ای با اشراف به این داستان ایستاد پشت یک کسی مثل محمود احمدی نژاد و گفت نظر من به نظر ایشون نزدیک تره. شاید خیلی مسائل رو خیلی از دوستان ندونم، و اگر هم بگیم توضیح بدیم، بخوایم اینو بشکافیم، حال با چکافیم براشون، با یه جمله که اینا سرتا پاشون یک کرباسن، جمله رو تموم کنه و بره. ولی ما از سال 88 به عنوان مثال، خود شخص من دیدم بسیاری از سرداران سپاه بود که از 88 به این ور گفتن اگر نظر تو به نظر احمدی نژاد نزدیک تره، پس ما این اسلحه رو میذاریم کنار، و خیلی ها گفتن ما این لباس رو میبوسیم و میذاریم تو کمد و تموم. و ما از اون روز به بعد دهقرای خامنه ای رو میبینیم از سال 88 به بعد، و بعد از اون اشتباه بسیار بسیار بزرگتری رو که خامنه ای در میشود گفت حذف هاشمی رفسنجانی انجام داد و شالوده نظام از هم پاشید. شما اگر جمهوری اسلامی بعد از هاشمی دیگه تموم شد و همه فرشید، یه نکته اشاره کرد خیلی بنظرم جالب بود، همین الان هم ما شاهدش هستیم، حتی مثلا میشنویم در شورای عالی امنیت ملی علارغم این که میدونن تصمیم خامنه‌ایه، ولی درگیری پیش میاد مثلا بین سرلشکر باقری و سرلشکر سلامی، مثلا دلم نمیاد به سلامی بگم سرلشکر، یعنی تا این حد رسیده، کاملا حرف درسته. حالا من میخوام از تو بپرسم، من فکر کنم برای سلامی هایی که تو شما این لقب رو بهش دادی و جا افتاد زمانی که جانشین سپاه بود، چون واقعا جز جغجغه هیچ چیز دیگه ای نیست. آقا من سوالم اینه که با توجه به تجاربت، آشنایی هات، آیا هنوز در درون سپاه تو هسته‌ای میبینی که
یه روزی بخواد بلند شه تیکوور کنه، بیعت با مجتبا نکنه، آیا واقعا حس میکنی هنوز چنین نیروی وجود داره یا نه پاکشون کردن تموم شده؟ ببینید این داستان هسته به قول شما و یا میشود گفت حلقه های سپاه پاسداران، داستان خیلی جالب و خیلی شنیدنیه برای همه و خیلی نکته خوبی رو شما اشاره کردید و این وقتی به نظر من اگر یه جایی، یعنی نه به عنوان حالا گفتگویی که الان من در خدمت شما هستم، مثلا به عنوان یه کار کارگاهی و کار ورکشاپی این بررسی بشه، خیلی از مسائل برای مردم باز میشه و میفهمند که درون سپاه چه جنگیه و جنگ، وقتی خدمت شما عرض میکنم فکر نکنید که اصطلاحه، نه، جنگ به تمام معنا که به روی همدیگه هفتیر میکشن، به روی همدیگه کلت میکشن و به پای همدیگه تیر میزنن، به دست به همدیگه تیر میزنن. برای خدمت شما عرض بکنم که بردن مثلا یک پروژه، برای عزل یک نفر، برای نصب یک نفر و برای پول بیشتر، این هست بخشی از اون میشود گفتش که دل از اون کوه یخ و از اون اختلاف عظیمی که بین فرماندهان سپاه، بین کسانی که در جلوی دوربین به همدیگه لبخند میزنن، همدیگه رو صرف در آغوش میگیرن و میگوزن، با اون فایل صوتی سپاه برای همدیگه مشخص شد. اما به باور من تازه این نزاع میشود گفت پشت میزی بود، نزاعی بود که در پشت میز میکردن، اون قهقهه عزیز جعفری که قاسم تازه میفهمه چه کلاه گشادی سرش رفته و چه خاکی سیاهی نشسته، داستانها پشتشه، داستانهایی که حسین همدانی رو با تیر با کلت میکشن، جنازه‌شو درون یک خودرو میذارن، خودرو رو به سراشیبی دره میندازن و اول میگن حسین سلامی در یک ثانیه تصادف کشته شد، میبینن باورپذیر نیست، بعد میگن داعش کشت. کجا؟ در جایی که کیلومترها با خط مقدم نه سپاه و ارتش سوریه و داعش فاصله بوده، مثل همون داستان مضحکی که سر قاسم دهخان در اون بودن و گفت قاسم دهخان یکی از سرداران سپاه بودشون، بعد خیلی از نسل قدیمی ها بشناسن، گفتن قاسم دهخان در حین ساختن فیلم سینمایی به روی مین رفت و کشته شد. کجا؟ میبود یزد. میبود یزد مین چکار میکرد. از این اختلاف و از این حذف ها در دل هسته های سخت قدرت و به طور مخصوص سپاه پاسداران بسیاره. ما الان در داخل سپاه چند حلقه قدرتمند داریم، مثل حلقه اصفهانی ها که همین آقای حسین سلامی، آقای پاکپور با تجربه ایشون اصفهانی نیست ولی سالیان سال در لشکر امام حسین اصفهان بوده، عراقی آقای پاکپور. ما یه هسته‌ای داریم مثل حلقه قدرتمندی داریم در اون سپاه که الان حلقه اصفهانی ها هست، تمام فرماندهان درش هستن، ولی حلقه دیگه هم داریم، خب حلقه تهرانی که بیشتر به فساد آلوده است، مثل شمخانی، مثل خدمت شما عرض بکنم محسن رضایی، غلامعلی، قالیباف، اینها که این حلقه حلقه فساده. یک حلقه ربط دیگه هم داشتیم که وقتی که توضیح بدیم خیلی ها تعجب میکنن، حلقه کرمانی ها. خب با حرف قاسم سلیمانی عملا این حلقه از بین رفت. شما نها کنید حلقه کرمان در روزگار قاسم قاسم سلیمانی قدر قدرت ترین حلقه بود. درسته. سپاه سازمان اطلاعات سپاه می ایستاد. مهدی جهانگیری، برادر اسحاق جهانگیری که معاون رئیس جمهور بود و سازمان اطلاعات سپاه، با چنان بوق و اطلاعی و افتخار گفت ما بزرگترین فاسد مالی رو بازداشت کردیم و بعد از یک مدتی گفتن که اگر الان یادم نیست ترابل چک
صد هزار تومانی میکردن دور کره زمین، وثیقه قاسم، وثیقه مهدی جهانگیری بیش از این میشد و وثیقه براش گذاشتن چند هزار میلیارد تومان آزاد شد. ولی کسی نپرسید چه کسی برای مهدی جهانگیری وثیقه گذاشت. بعد مدت ها خبرش اومد قاسم سلیمانی. قاسم سلیمانی حلقه وصل کرمانی هایی مثل ماها خودرو و مرعشی و کارگزاران سازندگی و اسحاق جهانگیری و هاشمی رفسنجانی بود که خب عملا هر دوی اینها حذف شدن و عملا کارکرد این حلقه هم از بین رفت. و خدمت شما از جمهوری اسلامی هم خیلی علاقه داشت که روی این قضیه سرپوش بذاره، ولی میدیدین دو طرف حالا نمیشه گفت شجاعانه، دو طرف آگاهانه این حلقه رو تبلیغ میکردن. قاسم سلیمانی هر روز ابتدای عید میرفت به منزل اسحاق جهانگیری که خب مادرشون هم بوده بود، بکنم مادرشون چند سال فوت کرد، میرفت به منزل اسحاق جهانگیری که مهدی جهانگیری هم بود به قول خودشون بزرگترین فاسد مالی تاریخ، و دست مادر جهانگیری رو میبوسید، چادرش رو میبوسید و ارتباط خودش رو حفظ میکرد. مرعشی به خونه خدمت شما عرض کنم سلیمانی میومد، در زمانی که در فضای سیاسی در سپهر سیاسی همدیگر رو داشتن پاره میکردن، ولی ما میدونیم که سلیمانی ارتباط داشت و در تشییع جنازه هاشمی هم خب مجری ملیجک صدا و سیما احساس داشت که مثلا الان سلیمانی بیاد بگه بدنم آدم آگاهی بود ولی ولایت رو بسیدت ندارد، همین حرفای بله پنشیش قرونی که دیدیم قاسم سلیمانی در تشییع جنازه هاشمی رفسنجانی چه دفاع جانانه از هاشمی، من میخوام در بتنش کنمشون نباشه، ولی دفاعی که سلیمانی در تشییع جنازه هاشمی کرد دفاع جانانه ای بود و تمام صحنه وایساد و مجری هم احساس کرد که از اتاق فرمان بگی که حالا مثلا نودالمون قطع شده اینا، مصاحبه رو تمومش کردن. یعنی حتی قاسم سلیمانی هم برای هاشمی سانسور و پاک شد. خب این حلقه کارکردش رو از دست داد. اما یک حلقه دیگه ای هست که این حلقه هم عزت داره، هم آبرو داره و هم آتش زیر خاکستره، ولی قدرت دستش نیست. حلقه عزیز جعفریه، محمد علی جعفری که خامنه ای یکی از بزرگترین اشتباهات زندگی شو کرد. تو نا کنید یه زمانی یه آقایی بود به نام بازیگر الان به اسم شیشه‌گران. بله. این آقای شیشه‌گران مدیر پخش شبکه یک بود و خب مدیر لایقی هم بود، خیلی مدیر خوبی بود. اینا یه سری مشکلات مالی پیدا کردن با رئیس صدا و سیما و خب آدمی هم بود که وزن داشت. شیشه‌گران کی بود؟ رئیس صدا و سیما وقت کی بود؟ لاریجانی بود که لاریجانی اومده بله. بود. خب لاریجانی عملا ملیجک بیشتر بود، همه کار کردان بودن و بله. خامنه‌ای بله. و بعدا معلوم شد مشتبه بله. شیشه‌گران چون ببینید مملکت ما حالا چردم خنده داره بله. چون یه روزی خمینی نشسته بوده و گفته بوده به سید احمد چه مجری خوبیه این بله. هیچ کس جرأت عزل اینو نداشت، میگفت من حمایت خمینی داشتم، خمینی منو میدیده کیف میکرد. آقای لاریجانی و گردان اینو عوضش کردن، اومدن تحقیرش کنن مثلا چون حالا اون وزنش هم حفظ بشه، برای تحقیر و کوبوندنش اینو فرستادن مدیر تئاتر شهرش کرد. آقای شیشه‌گران شکوفا شد در تئاتر شهر، تئاترهای زیبا اومد، تئاترهای قوی اومد، خودش وارد عرصه بازیگری شد و این خاک الماس گرفته شد و الان یکی از قطب‌های بازیگری. خامنه‌ای وقتی که جعفری رو از فرماندهی علی‌رغم اینکه بلوش 45 روز قبلش برای یک سال دیگه تمدید کرده بود، برای تحقیر جعفری از ندونم کاری‌های خامنه‌ای من خب به خیلی ها گفتم زمین اصلاح طلب ها و زمین درون خامنه‌ای و اون ارتباطات مشتبه و خامنه‌ای بحث به هیچ وجه خدا رو شاید میگیرم که خود ستایی نیست، ولی اینجا زمین منه چون من اونجا بخواییم بشمانیم 5 تا 10 تا آدم باشه یکیش منم،
که ما میرفتیم دیدن خامنه ای و حرکاتی خامنه ای میکرد که اصلا برای بینندگان شاید قابل باور نباشه. یه پیکنیکی بود، مایتابه گذاشته بود، نیمروی میخورد، لقمه میگرفت، قانون میداد به آقای الله کرم و میداد به ما. اصلا ما میدیدیم وضعیت رو، اصلا میگن شستشوی مغزی که حالا من اصلا به شستشوی مغزی باور ندارم، ولی با توجه به اون ارادتی که به خامنه ای داشتیم واقعا همون لحظه سکته قلبی نمیکردیم. چه وضعیت رهبر نشسته داره نون میگیره با تاپون داره لقمه میگیره میذاره دست بقیه، یعنی. و خب من میدونم که چه فکری داره خامنه ای، چقدر لجوجه، چقدر کینه ایه. من اینو با گوشت و پوستم احساس میکردم که مثلا شاید یکی از روزهایی که خامنه ای برای من شکست بعد از حمله به حسینیه منتظری، لحظه‌ای که من میدیدم بچه‌ها میگفتن لقب دادیم به احمد منتظری، میگفت بله دوباره تکرار کنید، این نفسش به قول علما حال میومد، کیف میکرد. اصلا من مونده بودم این چقدر لذت میبره. خامنه‌ای برای تحقیر جعفری یک قرارگاه تأسیس کرد به اسم قرارگاه بقیت الله، و هر چه که داریه و دنبک سپاه داشت داد دست این قرارگاه، تسنیم و داد، فارس و داد، سازمان اوج و داد، سازمان سراج و داد، همه این به قول شما جغجغه ها مثل رائف پور و عباسی و همه اینا رو همه رو ریختن داد قرارگاه بقیت الله، داد دست کسی که دشمنشه به روایت. و جعفری در قرارگاه بقیت الله قدرت رو به دست گرفت و خامنه ای نفهمید که یکی از بازوهای یاتون آقای روحانی میگفت هم پول دارن، هم سلاح دارن، هم رسانه دارن. حالا پوله که الان انگلت بهش بارده، سلاح هم که همین روزه کم روزه پیش دیدیم که سلاحیه، تمام رسانه، یعنی یکی از پایه های قویه سپاه داد به جعفری. کار به جایی رسید قاسم سلیمانی برند خامنه ای وقتی کشته شد و همه گفتن این سردار فرامرزی بوده، عزیز دل بوده، از خوزستان تا تهران تو خیابون ها ریختن، جعفری یک توییت زد که خدا رحمت کنه حاج قاسم رو، آبان 98 و فلان و نمچی و ما در قرارگاه سارالله چه می کردیم با این سردار. سیگنال رو به مردم داد که این سردار فرامرزیتون دستش به خون ملت آغشته، این سردار فرامرزیتون کسیه که گفت با 40 میلیون هم میشه کشور بداره، یعنی قاسم سلیمانی میشود گفتش که مختار علی خامنه ای 50% جامعه کشور رو میخواد بکشه که حاکم باشه خامنه ای. سخنگوی سپاه پاسداران آقای یدالله جوانی اومد گفتش که اصالت این توییت مورد شکه، خواستم بگن که یعنی اینو جعفری نگفته. خبرگزاری فارس تایید کرد که نه خیلی درست. این بخشی جالبه، خیلی جالبه، این بخش درگیری یکی این خوبیت داره. در همین اعتراضات 1401 آقای محمد علی جعفری بخش عمده ای از رزمنده های لشکر 27 رو جمع کرد در یک حسینیه در لویزان تهران و گفت این این نقل قول ایشونه، گفت این انگشت ما انگشت مقدسیه، این انگشت ما ماشه رو در خاکریزها چکونده، ما این انگشت رو در تهران به کار نمیبریم. و همین شد. شما نکنید وقتی یک عزیز، یک هموطن کشته بشه عزیز واسه و ما داغداریم، مخصوصا ماهایی که خارج از کشور هستیم و عملا کاری از دستمون برنمه بیشتر داغدار میشیم. اما این جمهوری اسلامی که در کمتر از 3 روز در آبان 98 و به روایتی در کمتر از 7 روز رقمی رو، من 1500 رو به این شبش قبول ندارم، رقمی بین 5000 نفر رو در کمتر از 1 هفته کشت در آبان خونین 98. در اعتراضات 1401 که از مه آغاز شد و عملا 12 ماه 1 سال کشور درگیرش بود، آمار کشته شده ها به 800 نفر نرسید. چی شد؟ جمهوری اسلامی دموکرات شده؟ جمهوری اسلامی
شهروند دوست شده. نه، این نزول کشته شده ها مرهون اقداماتیه که از جنس جعفری دارن انجام میده و کار به جایی رسیده که حالا بخشایش گفتنی نیست، ولی کار به جایی رسیده که سرداران سپاه عملا به شخصیت های خارج از کشور، کسانی چون شاهزاده رضا پهلوی، ایمیل میدن، تماس میگیرن که آقا ما با شما این خاطر جمع. جسارتی که من خیلی هم خوشحالم بابتی، جسارتی که شاهزاده رضا پهلوی مثلا پیدا کرده و امروز داره این چنین صحبت میکنه، بخشش برمیگرده به اون. امروز دیگه پرده هم گذاشته کنار، ایشون به صراحت داره راجع به ریزشی های سپاه میگه و خب ما میبینیم چه جنگ قدرتی از تهران، از دل حسینیه مثلا عاشقان سارالله تا واشنگتن هست. این یه بخشی که از حسه های قدرت امیر فرشاد. ما یه دقیقه باید یه تأمل بکنیم، یه درنگ کوتاه برگردیم، به حرفای جالب تو گوش بدیم. و این نکته که راجع به عزیز جعفری گفتی برای من خیلی جالبه، چون تأمل میکنم، همین اخیرا دوباره چهرهش رو دیدم توی نماز عید فطر و بعد یه سوال دارم ازت خیلی مهمه. تصویر مشترکی که از زاکانی دیدم و اکبر خوشکوشک، راجع به اونم میخوام از سوال کنم. درنگ کوتاه میکنیم و باز میگردیم. شیرین عبدالوهاب، ام کلثوم معاصر، چقدر زیبا بود. من فقط یه نکته رو بهتون بگم. این آسدعلی وقتی مرضیه میخوند و دلکش میخوند بیهوش میشد. دلکش رفته بود سر قبر حافظ و اون آهنگ رو خونده بود، بر سر تربت حافظ بنشستم غمناک، یک جهان خفته دیدم در خاک. خلاصه خیلی ترانه عجیبی بود، خیلی جالب، گریه میکرد. حالا صدای زن ممنون، الان این بانو که داشت میخوند شیرین عبدالوهاب، چند صد نفر در اون سالن به عشق اندیشیدن، به زیبایی، به دخترها رو دیدین، جوانا میخوندن باهاش. و تو مملکت ما باید ممنوع باشه. امیر فرشاد، گاهی دلم میتره که نمیدونم چی بگم، خلاصه که چقدر اینا بیشعوره. تو لبنان رفتی دیدی، حتی اون طرفدار حزب الله با صدای فیروز از خواب بیدار میشه، صبح آواز میخونه میاد تو خیابون، و اینا این شعور رو ندارن تو ایران متاسفانه. آره، من راجع به همین زاکانی ازت بپرسم. دلم خود خود بهتر این آدم فاسد رو معرفی کنی که پدر تهران رو داره در میاره. ببینید آقای دکتر، برای بینندگانتون میگم اگر بخوایم سر صحبت باز بشه خیلی طولانیه، ولی دوران این که گفته میشه دوران کوتوله هاست در قدرت جمهوری اسلامی، این واقعا حرف بیراهی نیست. دوران کوتوله هاست، اما علت هم داره. علتش اتفاقا دست بر قضا راجع به همین آقای زاکانی. من یادم میاد اولین باری که آقای زاکانی خیلی هم، حالا الان دیگه نه، خیلی اون موقع علاقه داشت که نشون به همه بگه که من دست چپم کار نمیکنم، جانبازم. اینو واقعا جدی میگم، یعنی اینو از بچه های بسیجی و بچه های رزمنده مثلا دهه 70 بپرسی، همه باورشون که این دستش همینجوری همیشه آویزونه. ما اولین بار ایشون رو مقابل ساختمون یک سنتی رو خامنه ای را انداخته بود اوائل دهه 70 و بعد از جنگ، که هر سال نوروز، هنوز این داستان کاروان راهیان نور و این حرفا باب نشده بود، ولی عملا صحنه قدرت نمایی سپاه پاسداران و حزب الله میشود گفت مانور قدرت سالیانشون همین اردوهای نوروزی بود که اینها می اومدن، خانواده های شهدا و خیلی ها رو، حالا به اسم خانواده شهدا از مثلا مناطق محروم سمت تهران،
جمع میکردن اتوبوس اتوبوس اینا رو میفرستادن پادگان دوکوهه و اونجا کسایی که حالا امروز ما خیلی اسمشون رو میشنویم مثل منصور عزی و نمیدونم حسین سازور که همون اگر دقت کرده باشین بغل زاکانی نشسته تو همون خطبه های ایدفه و حسین الله کرم و خیلی های دیگه و آقای پروازیان که واقعا بلبل لشکر 27 بود و دولین جمهوری اسلامی رو هم دعوت میکردن میابودن که ببینید اینها پشت توی همون داستان ها ما یادم میاد به مشکل اتوبوس برخورده بودیم گفتن که بسیج دانشجویی میتونه از وزارت علوم اتوبوس بیاره ما اومدیم اولین باری که من زاکانی رو میدیدم همونجا بود و دقیقا دستشم آویزون کرده بود و باش صحبت کردیم وقت دیدم که خب این خیلی خوشحاله که مثلا میتونه یک کاری هم بکنه و حالا اینو باور کنید صادقانه میگم یه سن سال ما دیگه از جایی گذشته که دیگه بخوایم خلاف و واقع دروغ بگیم عجیبه هی هم اشاره داشت که به بچه های بیت بگی که مثلا ما این اتوبوس ها رو من بدم بهتون باشه یه همچین آدمی که روزگاری عشقش این بود که حالا مثلا در آورقی های این داستان برای انصار حزب الله نیست یه گروهی بود به اسم مرکز فرهنگی میثاق یه آقایی بود به نام کامران خب بعد از کشته شدن مرتضوی خیلی علاقه داشت چون خودش رو مرتضی اعلام کنه مرتضی مصطفوی یه گروهی بود به اسم گروه میثاق که میگم داستان وقتی باز بشه گفته میشه چه بدتر همون گروه هم همین امثال زاکانی و سعید قاسمی و اینها هم بردن بعدن عشقش این بود که آقای مصطفوی داستان ما مثلا در یک جایی بنویسه که زاکانی هم چند تا اتوبوس داده و این گزارش وقتی دست مشتبه و خامنه ای و آقای اون موقع خیلی دوران وحید نبودن دوران آقای موعظی حسین موعظی وقتی اینو میخونه میگه مثلا به به آقای خدمت شما عرض بکنم که زاکانی هم اتوبوس داده یک همچین شخصی بعد زاکانی که کاندیدا شده بود یعنی هنوز شهردار هم نشده بود من به یکی از دوستانمون در تهران که صحبت میکردم حرفی زد که حرف به نظر من طلاییه ما هر دومون زاکانی رو میشناختیم و وقتی که من بهش گفتم آخه این چرا و این که دیگه آخه این دیگه مثلا جمهوری اسلامی جوری شده که قرار زاکانی مثلا جزو کاندیدای ریاست جمهوریش باشه سید اولاد پیغمبر حرف خیلی خوبی زد و گفت کس دیگه ای نیست گفت دیگه کسی نمونده که ما مثلا بیاریمش بالا چند تا اسم از همین بچه های خودمون رو به شوخی و خنده گفت مثلا فلانی رو بیاریم کس دیگه ای برای سید علی نمونده این که ما میگیم دوران کوتوله ها غیر از این هم اگر با قرار باشه که کوتوله ای نباشه این دکون دو نبش رو خامنه ای باید تعطیل کنه و بره شما نها کنید امروز در ابتدای صحبت موشکایی بود که به اسرائیل زدن و خب خیلی هم میدیدیم که جمهوری اسلامی برای اولین بار در زمان دولت روحانی و در دوره های گذشته این کار انجام نمیشد شما نها کنید مثلا وقتی اون شلیک صورت گرفت به هواپیمای اوکراینی ستاد کل نیروهای مسلح بیانیه داد و مسئولیت رو به عهده گرفت و همه کار در ستاد انجام می شد علاقه نداشتن که حالا مثلا کار به شورای عالی امنیت ملی کشیده بشه ولی به محض اینکه این شلیک ها این پهپاد های پیستونی که اصلا خنده‌داره پهپاد پیستونی برای یک عملیات نظامی به کار گرفته بشه که همه بهش میگن قارقارک و موتور وسپا و اینها خیلی دارن تبلیغ میکنن روی شورای عالی امنیت ملی و میگن با مجوز شورای عالی امنیت ملی و با مدیریت و هدایت اونها بوده چرا؟ برای این که اون پس ماجرا اون پشت دارن یه چهره سازی میکنن از یه کسی به اسم علی اکبر خدمت شما از احمدیان در شورای عالی ولی بیننده داره
محترمتون خواهشم برن سرچ کنن. بعد شما را کنید جمهوری اسلامی وقتی که بعد از شمخانی به علی اکبر احمدیان متوسل میشه برای شورای عالی امنیت ملی، یعنی دیگه تموم کار، یعنی دیگه نخلوبیه های این آش هم خورده شده و کار به تهدیدش رسیده، تموم شده. سه چهره داشتیم ما در نیروی دریایی. شما را کنید سپاه پاسداران در 8 سال جنگ و در دهه 80 و حتی دهه 90 در هر عرصه‌ای که موفق بود و در تونست توانمندی کنه در نیروی دریایی نتونست کار بکنه. حتی با خدمت شما عرض کنم پمپاژ قدرت هم اینا نتونستن نیروی دریایی سپاه رو قوی کنن. اگر یادتون باشه اولین بار که خامنه ای شمخانی رو داشت بلدش میکرد و گندش میکرد، شمخانی رو وقتی گذاشت فرمانده نیروی دریایی سپاه، گفت شما رو من منتقل میکنم به ارتش، شما از الان دیگه دریابان ارتشی، و در این حال فرماندهی نیروی دریایی سپاه و نیروی دریایی ارتش رو به عهده بگیر. چرا؟ واسه این که میخواستن یه جیب بکنن از این ورور دارن بریزن ارتش، نیروی دریایی ارتش رو قوی کنن و نتونستن. و الان هم تنها قدرتی که نیروی دریایی سپاه داره، بعد داستانهای زیر دریایی پیش اومد که از اوکراین و روسیه اینها یه سری زیر دریایی گرفتن که به معنی واقعی زیر دریایی بود، چون میرفت پایین دیگه بالا نمیومد، نتونستن قدرت باشن. مال نهنگ رو نمیدونم قدیر رو با. یعنی واقعا به معنی واقعی که کلمه درداری بود، میگو حالا اسمش نمیخوام بیارم، گفت زیر دریاییه، میره پایین دیگه بالا نمیومد. و واقعا هم همین، الان تنها قدرت نیروی دریایی سپاه از بیعملیه. یعنی شما نکنید این که دو تا هلیکوپتر از اون هم هلیکوپتر بل، هلیکوپتر تجاری بل که مثلا 50 سال پیش خدمت شما از کنم سازندش آت آف سرویس شده، شما 20 تا 30 تا کماندو اون هم دازه با اسلحه های آکا 47 کلاشینکوف که اصلا خنده داره، 20 تا 30 تا پاسدار بریزی توی یه هلیکوپتر بل با یه تناب بدی توی ناوچه توی یه کشتی تجاری که تنها قدرت دفاعی شاید اون توره باشه که واسه دزدای دریاییه، کشتی رو بگیری، این که قدرت نمیشه. تمام داستان این بود که سه چهره اینا در نیروی دریایی سپاه داشتن که خب در میان این برهوت و آشفت بازار نیروی دریایی تونست نامور بشه. اولیش حسین علایی، اولیش آقای علایی بود که الان دیگه کم از خدمت شما عرض کنم من و شما در مخالفت درسته. اون تا تنها بدیش اینه که متاسفانه غلطیده تو تن تو طرف اصلاح طلبها. یکاش از این نجاست خودش رو رها کنه و میتونه واقعا بباله. اولیش آقای علایی که رفت کنار، دومیشه کسیه از تک تک بینندهانتون خواهش میکنم که برید سرچ کنید اسم این آدم رو، تیتنگ شیری عبدالله رودکی، یک ناب هم به اسمش گذاشتن. بله. ناب عبدالله رودکی، درسته. و سوال کنن که عبدالله رودکی چی شد. عبدالله رودکی سالیان سال داشت در فرماندهی نیروی دریایی و قدر قدرت بود، همسرش نفوذی موساد بود با اسلحه تو خونه کشتش. شما ببینید اینو بینندگانتون برن سرچ کنن شهید رودکی، شهید رودکی چگونه کشته شد. نوشتن در قرائت دارن میگن در حین گرفتن وضو در منزلش اشتباها با یه گلوله کشته شد. موساد که نفر فرستاد دیدی که پای حزب الله ها و اینا هم در این شل میشه تا یه کش زاغ و موی بلند و بله بروی میبینن، بله. در ازدواج کردن و اینو کشت، یعنی تو حیات خونش کشت. و اصلا این یک افتضاحه، یک شکست اطلاعاتی برای جمهوری اسلامی. من اگر جای اونا بودم سر تای قضیه رو سریع هم میوردم، گفتم آقا برید اصلا دیگه اسم رودکی رو نرید، احمقا یک ناوم گذاشتن به اسم رودکی. و خب که این داستان شکست همچنان زنده بمونه. سومیش این آقای خدمت شما عرض کنم علی اکبر احمدیانه. علی اکبر احمدیان
کار به جایی رسیده بود. شما اگر دقت بکنید تنها شانسی که موفقیتی که داره آقای اکبر علی اکبر احمدیان با وحید، اینا هم دوره و رفیق و هم پیالن. یعنی هیچ کارنامه موفق دیگه‌ای در زندگی آقای احمدیان نیست. دانا کنه 10 تا 7 فرمانده کوزه هم بدیم رشید، غلام علی رشید، آقا الحق و الانصاف در کربلای 4 غلام علی رشید نه تنها درخشید بلکه تونست جلوی کشته شدن هزاران ایرانی رو بگیره. بله درست. همین قاسم، همین میگم قاسم، همین محسن رضایی بی خاصیت که الان 40 سال هنوز نمیتونه کمربندش رو صاف ببنده، به هر جهت یک جاهایی خدمت کرده در جنگ. مثلا ما میتونیم بگیم آقا محسن رضایی در خدمت شما هست بکنم که همون عملیات شکست خورده کربلای 5 درسته که دیر فهمید ولی یه جایی فهمید و ایستاد مقابل هاشمی قرارگاه خاتم الانبیا، ایستاد و گفت عملیات باید تموم بشه و کربلای 5 میتونه به فاجعه بیش از اینها، کربلای 4 میتونه به فاجعه بیش از اینها تبدیل شه، ولی محسن رضایی یه جایی فهمید که اشتباه کرده و ایستاد. محسن رضایی در ورزش 8 واقعا برازنده یک مداله، مدال افتخاره که کار کرد. همین شمخانی رو وقتی روش دست بذاریم، آره شمخانی در عملیات بیت المقدس فتح خرمشهر کمک کرد، اما این که خیلی جاهای دیگه هم در کشتار چهارشنبه سیاه واقعا و با جهان آرا اینا نقش داشتن، اینا واقعا جنایت دارن. ولی هر کدوم اینها رو دست بذاریم میگیم آقا یه جایی یه خدمتی کرده آقای رحیم صفوی که حالا خیلی از بچه‌های سوابش میگن رحیم تپه، چون که واقعا به خاطر اینکه اصلا یادش رفته بوده میگن که آقای خدمت شما از بکنم که شوشتری و محسن رضایی میگن چرا تو اعلام نکردی، همون لحظه که داشته وضو میگرفته گفته من یادم رفت و از همونجا خیلی آبش میگن رحیم تپه. یعنی یه تپه رو به خاطر یاد رفتن ایشون در منطقه غرب کشور اینا از دست دادن، ولی رحیم صفوی خدمت کرده، به هر جا یک جاهایی تلاش کرده. مثلا در عملیات شکست حصر آبادان یک جوون فکر میکنم 19 سالش 20 سالش بوده واقعا تونسته خوب بایسته. آقای احمدیان واقعا کجای این سپاه نیست در 8 سال جنگ؟ فقط کسیه که به قول خود اینو من میگم، من کدا رو میدم، خیلی از بچه های ازبالدائی میدونه بهش میگن، بچه های سپاه به اینها میگن قرارگاه مقدادی. شما نا کنید چند تا قرارگاه در تهران بود که خب لشکر فاتح 8 سال جنگ لشکر 27 یک پایگاه مالک اشتر داشتیم در شرق تهران، قدر قدرت ترین فرمانده ها از اینجا اومد و شمال تهران که شهید بهشتی بود کسی نبود، بسیجی نبود از شمال تهران، جنوب تهران و اسلام شهر که قرارگاه پادگان حمزه بهش میگفتن و میگفتن سپاه اسلام شهر، عملا داستان در تهران شرق و غرب بود، یعنی شرق تهران مالک اشتر بود، غرب تهران در میدون جمهوری یه ساختمون 5-6 طبقه ای بود برای ساواک بود، اینو گرفته بودن گذاشته بودن پایگاه مقدار. و جالب اینجاست که بیشترین هزینه ها بیشترین پولا هم به این پایگاه مقدار میرفت ولی ما هیچ چیزی از این پایگاه مقداد ندیدیم. کارخونه ای بود که هیچ تولیدی نداشت. جداهای عملیان. برای همین بچه های قدیمی سپاه به هر آدمی که لیاقته، به هر آدمی که کار نکرده میگن مقدادی. مقداد. امیر فرشاد. امیر فرشاد. مقدادی بود. امیر فرشاد. حرفات بسیار جذابه. جالبه، دلم خود با هم ادامه بدیم. ولی وقتمون تموم شد. حالا ازت قول میگیرم انشالله یکی دو هفته با هم یه بحث، برای که میخوام این مقوله رو با هم تموم بکنیم، مسئله وضع سپاه چگونگی و قضایای بعد از خامنه ای. بسیار ازت ممنونم عزیزم. اگه من بخوام خیلی کوتاه بکنم خدمت شما هست کنم، میگه آیین تقوا رو ما نیز دانیم. این هایی که ما امروز داریم میگیم به عنوان شکست ایدئولوژی، شکست لوجستیک، توانمندی سپاه، قطعا خامنه ای هم و اون آدم های اطرافش میدونه، ولی
همون حرف طلایی اون بند خدا دوست من کسی رو نداره. درست عزیزم، ممنونم. بله آمنه. کسی غیر از این کتوله ها نمونه نداره. ماشین به روغنسوزی افتاده، ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته بود. به اتفاق امیر فرشاد ابراهیمی، پسری که دوستش دارم و سالهای سال است ما با هم دوستی خوبی داریم. تا دیدار بعدی و شنیده های ناشنیده، بدرود. Thank you.